سلام عزیزای دل، حالتون چطوره؟ من علی هستم و خیلی خوش اومدید به کانال من. امروز اومدیم میخوایم روی آهنگ جدید آرش و هلنا ریاکت داشته باشیم، ببینیم که چه کرده. آرش خیلی وقته که، البته به نظر من خیلی وقته که از اون تایمی که به شدت آهنگ‌های خیلی جذاب میداد و همیشه سر زبونا بود عقب افتاده. اخیرا خب طی یکی دو ماه گذشته دو تا ترک ازش اومده بیرون، یکیش که اون کارش با مارشملو بود، اسمش الان خاطرم نیست، که خیلی چیز جالبی نبود، هرچند خب کار متفاوت و جذابی بود ولی خب چیز جالبی نبود به نظر من. و حالا میخوایم بریم این کارو گوش بدیم. یک بار بیشتر گوشش ندادم، همینجور گذری توی اینستاگرام دیدم، حالا میریم که ببینیم که از چه قراره. و اینکه دوستان خیلی لطف میکنید اگر مثل همیشه حمایت بکنید، خیلی خوشحال میشم که دکمه لایک رو بزنید، سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو روشن بکنید که اگر ویدیویی گذاشتم زودتر از همه متوجه بشید و بیایید ببینید. همینطور اینستاگرام من رو هم فالو بکنید، لایک و شیر و سیو و کامنت هم فراموش نشه. بریم که با هم دیگه بشنویم. Fly with me like a rainbow butterfly, kiss me and I will sing. این هلنا همون هلناییه که همیشه باهاش میخونه دیگه، درسته؟ چون صدا که همونه. من خیلی من صداش صدای خاصی نیست به نظر من، نمیشه تشخیص داد که همونه یا اون نیست، ولی فکر کنم همون باید باشه. The angel's lullaby, won't you be light with me like a rainbow butterfly. بعد یه تکنیکی که آرش همیشه به کار میبره اینه که مثلا یه آهنگ دنس میده، بعد بلافاصله یه آهنگ اسلو میده. بیس جالبی اضافه شد. فکر میکنم که آهنگ گنگ میخواییم بشنویم، همچین حسی دارم. دقیقا حدسم ظاهرا درست بود و آهنگ گنگ توره. تنظیم بعدی نداره انصافا، تنظیمش جالبه، حداقل تو کارهای آرش تکراری نیست. این مدل بیسی که داره میزنه، جنس بیس خیلی خوبه. من توی تایتلا دیدم که ترانه سراش مثل این که خود آرش و حمیدرضا یوسفیه، خیلی جالب بود. آرش کاراش کارهای خیلی بین المللیه دیگه، باید قبول بکنیم، ولی خب از لحاظ شعری خیلی چیزی برای گفتن هیچ وقت نداشت. خب البته دلیلم نمیشه همه کارا ترانه خوب داشته باشه. این موزیک هم کاملا موزیک محوره. از دید من تو ولی خدا وکیلی بیاین قبول کنیم صدای آرش اصلا رو به پایین داره میره. قدیم صداش هم چیز سر بود، یعنی خوانندگیش خیلی بهتر بود از نظر من. بیا نزدیک من شو واسم بخون لالایی لمس تن تو. آره تنظیمش رو دوست دارم، تنظیمش تنظیم جالبی شده به نظر من، باحاله. این فیتش هم با یه خواننده خانم، حالا خیلی ها شاید بگن امضاه، خیلی هم شاید بگن تکراریه، بسته به چیزی که شما دوست دارید بشنویده، ولی از نظر من دیگه خیلی تکراری شده. تقریبا همون ملودی هاست، یعنی همون تیپ کاراست و میگم خیلی میگن امضاست، ولی از نظر من امضا اصلا یه چیز بیخوده. من هیچ وقت دوست ندارم وقتی یه کاری رو از یکی میشنوم بدون اینکه بدونم کیه متوجه این فکر مطمئنم این آهنگ مثلا آرش، مطمئنم مثلا این آهنگ چه میدونم فرزاد فرزین، مطمئنم این آهنگ ابیه ها، مطمئنم این آهنگ سیجله ها،
اصلا دوست ندارم اینو، نظر شخصی من و سلیقه شخصی من. این قشنگ تکرار داره میبینیم دیگه، میشنویم قشنگ تکرار. ولی تنظیمش رو دوست دارم من. اینه پلاکتا و بیسایی که داره میزنه با کیک، ماشین طوره به اصطلاح، هم میگن تو ماشین و اینا، خیلی جواب باید باشه. بد نیست در کل، ترک بدی نیست برای اینکه وقتتو بگذرونی، خوبه، اذیتت نمیکنه، خیلی موزیک تو مخی نیست، در کل خوبه. فکر میکنید کلیپ هم داشته باشه؟ یعنی چون الان من تو کانال خود آرش هم دیگه موزیک ویدیویی نداره، شاید کلیپ هم داشته باشه، یعنی بیاد. آره ملودی که هیچی نداره، شعرم که تحتی، ولی تنظیم کلا موزیک خوبیه. بعد این عکس کاور برای کارهای قبلی آرشه یا جدیده؟ بنویسید برام توی کامنت ها اگر میدونید که این عکس کاورش عکس جدیدیه یا عکسای قدیمیه. صدای دخترم خیلی به نظر من اصلا این اتفاق خاصی نداره و جور تکراریه، انگار اصلا حتی خواننده خوبی هم نیست اصلا واقعا به اون صورت. البته خب ببین آرش خب خودش خواننده نیست، موزیکای خیلی خوبی داره، موزیکای هیتی داره، موزیکای جذابی داره. خیلی از خواننده‌های ما الان هستن که دارن آهنگسازیشون خودشون انجام میدن، تنظیماشون خودشون انجام میدن، ولی خوانندگی خوبی ندارن. خب اصلا عیب نیست، موسیقی اصلا هدفش یه چیز دیگه است و قرار نیست ما فقط به این که خواننده خوب باشه گوش بدیم، اصلا هیچ ایرادی نیست به این. ولی وقتی میاد یکی دیگر هم انتخاب میکنه که باش فیت بده، طبیعتا باید هم لول خودش باشه دیگه. اگه خیلی از خودش بالاتر باشه تو ذوق میزنه، اگه خیلی هم پایین تر باشه بازم تو ذوق میزنه. طبیعتا این هلنا هم که باهاش میخونه همون در سطح خودش باید باشه. Like a rainbow butterfly, kiss me and I will sing. تنظیم قوی بود به نظر من، من نمره خوبی میدم به تنظیمش، چون که همه جور فضای ما شنیدیم توی کار و این نکته خوبیه به نظر من. بسیار عالی، در کار کال بدی نبود به نظر من، کار گیرا و جذابی بود. آره الان من دارم تایتل ها رو میخونم، نمیدونم حالا چرا من حمیدرضا یوسفی رو اونجا دیدم ولی اینجا که نیست ظاهرا، حالا شاید اشتباه دیدم یا اینکه اینجا توی یوتیوب ننوشته و توی اینستاگرامش من فکر میکنم که دیده باشم. به هر حال نظراتتون رو برام بنویسید راجب کار آرش و ببینیم که شما هم نظرتون با من یکیه که مثلا آرش مثل قدیم دیگه جذاب نمیخونه، مثل قدیم موزیکاش هیت نمیشه، نمیگیره اصطلاحاً، و گرچه که ما خیلی الان دیگه مهمونی و عروسی و اینا نداریم، کم شده به نسبت قبل کرونا، خب طبیعتاً موزیکایی هم که هیت میشد توی مهمونی ها پلی میشد و همه میشینن این کی چی آهنگ جدید ای و فلان، یا مثلا توی ماشین این ور اون ور توی دور دورا آهنگا پلی میشد و همه آهنگ اونقدر پخش میکردن هیت میشد و کار میگرفت. ولی خب الان چون کرونا شده و این داستانا هست، یه مقدار خب ضعیف شد کلا صنعت هنر به خصوص موسیقی و سینما. به هر حال حتما برام بنویسید که شما با من هم نظر هستید یا نه، اگر مخالفید بگید، اگر موافقید باز هم بگید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ریاکت ما، هم همچنان حمایتتون رو از ما دریغ نکنید. بچه این نکته، اگر که منو سابسکرایب بکنید خیلی زودتر میتونم به 1000 تایی شدن برسم، و وقتی توی کانال یوتیوب به 1000 تا سابسکرایب برسی، یوتیوب شروع میکنه به درآمد زایی برای کسی که تولید محتوا میکنه، و من اگر به درآمد برسم ویدیوهای خیلی خفن‌تر، خیلی با کیفیت‌تر و با دقت خیلی بالاتری میتونم زوم کنم فقط روی کار
و باعث میشه که خروجی بهتری داشته باشم تا شما خیلی خوشتون بیاد. دمتون گرم، دوستتون دارم، خدا نگهدار.